جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی جوانان و زنان در ایران و خاورمیانه علیه جریانات سیاه اسلامی به پا خواسته و قد علم کرده است. از اولیای آزادی خواه در مصر که با برهنه شدن به جنگ با متحجرین رفت تا مریم نمازی و گلشیفته فراهانی که آن را ادامه دادند. و حالا از اقدام اخیر شاهین نجفی که آینقی می‌خواند. این جنبش چه با برهنه شدن و چه با کلام بر سر سنت ها و جنبش سیاه مذهبی فریاد زدند که ما می‌خواهیم از تبعیض و نابرابری، از جهل و نادانی، از مذهب و حجاب، از سنت و بی اختیاری خلاص شویم و نمی‌خواهیم برده دین و سنت و خرافه باشیم. در قرن 21 به سر میبریم، قرنی که باید یکی از ثمره‌های تلاش انسان‌ها در طول تاریخ حق آزادی بیان باشد. اما آیت الله‌های جمهوری اسلامی که پایه‌های دین و حکومتشان با آزادی انسان‌ها، با شادی و با عقاید آزادانه انسان‌ها به لرزه و خطر می‌افتد، با کمال وقاحت فتوای ارتداد و قتل شاهین نجفی را صادر می کنند. در صف مخالفین این حرکت شاهین نجفی جمهوری اسلامی تنها نیست، بلکه صفی از اصلاح طلبان و ملی اسلامی ها که همیشه حامی فرهنگ عقب مانده، شرق زده و زن ستیز و مدافعین مذهب و سنت ها بودند به مخالفت با شاهین نجفی برخواسته و او را محکوم کرده است. این جدالی است که جنبش خلاصی فرهنگی نسل جوانان و زنان ایران با ویژگی‌های خود و حرکتش چنین قطبندی را ایجاد می‌کند و دست این حامیان دروغین آزادی بیان، آزادی خواه و برابری طلبی را رو می‌کند. سازمان جوانان کمونیست با تمام قوا حمایت خود را از شاهین نجفی و مشخصاً این اقدام او اعلام می‌دارد و این حرکت فاشیستی آیت الله‌ها و مخالفان آزادی بیان را به شدت محکوم می‌کرده و از مردم آزادی‌خواه، سکولار و لائیک، از نهادهای مدافع حقوق انسان و نهادهای مدافع سکولاریسم و مشخصاً دول غربی می‌خواهد که در مقابل کمپین قتل شاهین نجفی به وضوح واکنش نشان دهند.